چند تا رودخانه متصل به تالاب، رودخانه سیادروشان، رودخانه پیربازار، رودخانه شیرسر آبکنار، اینا وصل به این. وقتی کور ریزش طوفان و باران داره همه آباش جاری میشه اینجا. باروندگی هر چی اینجا باره هیچ تأثیری نسبت به تالاب نداره. تا اون سیلاب هم اول باید منطقه سیاکشیم پر بگونه، اضافهش بیاد تالاب پر بگونه، بعد از تالاب هم ریزش داره به سمت دریای خزر. اکنون که سیلاب نیست و آب رودخانه هم کم کم داره به هدر میره، اون ورودی آب کنار که مراوزه میشه اونو باید برن آبش انحراف بدن به سمت آب کنار، به سمت تالاب، دیگه این آب اضافهش نریزه به سمت دریای خزر. حداقل میتونه تالاب قسمت آبگیری کنن. گذشته که این خوش شده بود هیچ گونه گیاهی ما این ساحلش نداشته، اکوسیستمش کلا که میبینی الان مثلا اومده گل زده و فلان نیلوفر آبی در اومده یا نزار در اومده، یه دشت صافی بود تا خود کرکان سیاه فلسطر انزلی. از قمران ما اینجا ماشین تردد میکرد، همینجا هستی اتوبوس و مینیبوس سابقا میرفت میومد، بس که صاف بود. این باعث شده که اکوسیستمش با هم خورده، نیزار در اومده، نیلوفر در اومده، چیزهای دیگه، گیاه دیگه در اومده، سنبول آبی هم که اخیرا مهمان ما شده اینجا. سطح دریا هم جلبرگ زده، میبینی که سطح دریا همسن مسافر هم یک همین رو خشک کردن، اونم اینجوری شده. و چیزهای دیگه هم داره، نسل ماهی هم به انقراض کشیده شده اینجا، چون اون آب کمی اکسیژن ندارن از بین میره. گیاهایی که به صورت حالا میگیم رقیب دیگه، در واقع میشه گفت همین سنبول آبی، بیشتر شدن سنبول آبی هم، سنبول آبی هم داره که نیزارا رو گرفته، هم آبندان های ما رو فرا گرفته، سیادای ما نمیتونه وارد آبندان ها بشن، بطور کل به بند خدا آسیب زده. و نسل این هم داره میگن تویش نگاه کنه همه سنبول آبی، اگه پیاده بری نگاه کنه اینا رو میبینی، درسته توی اینا هم سنبول آبیه. پرنده ها چی شده اینجا؟ بر نظر گونه های مختلف پرنده ها که می اومدن مهاجرت میکردن، پرنده ها هم نسبت به سالهای گذشته کم شده. بسته تالا پرسته های دریایی اومده لونه گذشته، مدر تخم گذشته، جوجه آورده فلان همین. الان این کم آب شدن آب تالاب به نحوه زیستبوم پرنده ها آره، تاثیر نزده؟ آره تاثیر داره، چون بیشتر این پرنده ها واسه تو نیزارا مثلا آشیانه درست میکردن، الان اومدن تو فضای باز. ما روزه میبینیم کلا کلاغا میرن لونه هاشون تخماشونو میخورن. جمعیت پرنده ها برای شکار چطور اوضاع؟ یعنی کمتر شده؟ شما خودتون یه همچین تغییری مشاهده میکنید؟ پرنده ها کم شده، خیلی کم شده. البته ما سالها میشه که مثلا گوها اینجا مهاجرت میکنن، یه سال مثلا میاد حداقل 2000-3000 گونه رو میبینیم اینجا ست تالاب، میره این دوباره 10 سال دیگه 5 سال دیگه میاد، نمیاد اصلا. سالهایش دیگه اصلا ما گونه ندیدیم اینجا. اینی که چرا تالاب داره خشک میشه، خب یک ریشه علمی داره قطعا، و باید از متخصصینش سوال بکنید. من در اون زمینه خیلی نمیتونم ورود بکنم چون نه علمشو دارم نه تخصص و تجربهشو. اما اینکه چرا به این روز رسیده، دلایل متعددی داره. یکی اینکه شما شرایط امروز تالاب رو نمیتونید با 20 یا 30 سال پیش مقایسه بکنید به جهات مختلف، از خدمتش رسوب هایی که از بالا دست داره میاد تا آدم شما که کم شدن بارش های فصلی، تا خدمت آن شود که میزان حجم فاضلاب های خانگی و صنعتی که به شکل های مختلف حالا مستقیم و غیر مستقیم وارد تالاب میشه، تا اقداماتی که به صورت غیر کارشناسی در حاشیه تالاب ایجاد شده. این اقدام از ساخت ساز میتونه باشه، از ایجاد بعضی دیوارهای حفاظتی میتونه باشه که به یک نحوی سیستم خودپالایی تالاب رو اومدن دستکاری کردن و این باعث شده که اون اتفاق طبیعی در تالاب نیفته و کم کم باعث بشه که سطح آب تالاب پایین بیاد، در نهایت از اطراف اکناف خشک بشه. مهمترین موضوعی که شاید در تالاب حداقل من به عنوان فرماندار دست به گریبان هستم در این یک سال گذشته، اینه که واقعا هنوز نمیدونم که اصلا متولی تالاب کی هستش. هر زمانی که تالاب به هر دلیلی مشکل پیدا میکنه، حالا این مشکل میتونه سنبول مهاجم آبی باشه، این مشکل میتونه
خدمت شما پدیده ای مثل گاهن ما بارش های فصلی داریم، بالا آمدن آب تالاب و تهدید کسانی باشه که در حاشیه تالاب هستن. این مشکل میتونه خدمت هر شود که در رابطه با مسائل توریستی باشه، اون زمان فرمانداری یا فرماندار باید پاسخ بده. اما اگه قراره که یک اقدامی مثل خدمت شما رفع مشکلات انجام بشه، همه هم متولی هستن و هم صاحب نظر. یک زمانی میبینید که از مجموعه خود ما، خدمت شما شاید که برفرض مجموعه اداره کل بحران استانداری، خدمت شما را شود که یا پدافند غیر عامل یا ارزان حضور شما، گاهن دوستان ما در حوزه بسیج ورود میکنن برای حل این مشکل، یا خدمت شما را شود که مثلا خود سازمان محیط زیست به شکل‌های مختلف از طریق اعتباراتی که به این مجموعه تخصیص داده میشه ورود میکنن، اما هیچ کدوم تمام کننده نبودن. یعنی هر کدوم در یک مقطعی اومدن ورود کردن، اما نه مردم چیزی از این اقدامات بهشون گزارش شد، نه اینکه واقعا تغییری در روند طبیعی تالاب حاصل شده. خزر با یک پدیده پیشروی و پسروی پریودیک مواجه است و معمولا در یک پروسه 20 ساله 25 ساله ما عقب نشینی آب دریا رو داریم. بعد از اون ما مواجه میشیم با پیشروی، یعنی یک مقطعی ما پسروی داریم، مقطعی پسروی به اصطلاح پیشروی. الان ما تو مرحله اوج پس روی هستیم. بنابراین با توجه این که تالاب انزلی با دریا ظروف مرتبط است، طبیعتاً این کاهش ارتفاع یه بخشیش ناشی از این موضوع است. اما موضوع مهمتر الان در بخش بحث تالاب بحث حجم رسوب خیلی زیادی است که ما توسط 11 تا رتبه‌ای که حوزه آبریز تالاب هست، از اون سمت ما مواجهیم با یک تهدیدات جدی. تالاب اصلی ما که یک زمانی عمق خیلی خوبی رو داشت، امروز مواجه شدیم با این جریان رسوب گذاری. این جریان رسوب گذاری هم یه جریانی که شاید یک سابقه مثلا از زمان تولد به حال تالاب انزلی ما باش مواجه بودیم، اما یک دستبردهای به حال تعیین کننده بوده. بالادست جنگ به اصطلاح حجم کاهش حجم تراکم جنگل و صورت فرسایش خاک و برداشت نادرست از و بستر رتبه‌ها و مسائل مثل حوزه فاضلاب و شیرابهای سراوان، اینا مسائلی که تالاب انزلی رو تحت تاثیر قرار میده. دهه 60 که اقداماتش رو در قالب طرح تالاب، مشکل بزرگی که امروز ما مواجهیم در مورد تالاب اینه که همه دستگاه‌ها مدعی‌اند، اما وقتی که شما برای بحث لایروی، برای بحث نگهداشت از دستگاه ها و حال مطالبه گری میکنید، هر دستگاهی به نوعی خودش رو کنار میکشه. بزرگترین مشکلی که من باش مواجه هستیم یک مدیریت واحدی در حوزه پاسخ دادن به مطالبات مردم به عنوان یک دستگاه متولی ما نداریم. الان خب سازمان آب منطقه‌ای خودشون مدعی تعیین حریم حد و بستر میدونه، سازمان محیط زیست هم خودش رو به یک نوعی متولی میدونه و مرزهای اکولوژیک رو سازمان محیط زیست تعیین میکنه. طبیعتا اینجا دستگاهی مثل شیلات، دستگاهی مثل
بنادر دریانوردی هم مدخلیت دارن در موضوع تالاب. اما اون چیزی که مهمه اینه که ما پای عمل و اینکه بایستی بودجه باشه و جایی هم تعیین میشه، اما متاسفانه این بودجه ها برگشت میخوره. من اشاره کنم به این بودجه 12 میلیاردی که این بودجه از طریق بحران مصوبه دولت رو گرفتیم، ولی این بودجه به حال پاسخ دستگاه ها برگشت داده شد و هیچ دستگاهی هم پاسخگو نیست. بنابراین بزرگترین مشکل ما اینه که این دستگاه، هر وقت هم این دستگاه ها ما بیشتر بهشون فشار میاریم، میرن از طریق مراجع قضایی به یه شکلی خودشون رو پنهان میکنن پشت دستگاه های قضایی و استنادات میارن که مثلا اگر لایری میکنید سیستم طالاب به هم میخوره. ما اعتقاد اونه که طالاب باید لایروی بشه. منابع خوبی رو من پیگیری کردم و اعتبارات خوبی الان وجود داره. الان ما هاست ما داریم تلاش میکنیم که این دستگاه رو همگرا بکنیم. واقعیتش دچار یک گسست بین دستگاه هستیم.